چیه کتم بچه داری گریه میکنی؟ چی میگفت کتم؟ گفت یه کارت دارم. خیلی خوب بیا بریم. کجا بریم؟ عزیزم گفت تنها بیا، نشنیدی؟ گفت تنها بیا، پول پدر شماست. منتها اگه یه اتفاقی افتاد نگی پیمان نگفتی ها. پیمان قضیه اصلا اینجوری نیست که قضیه چیه؟ برای چی به حرفه خلو چل گوش دادی دنبال من را افتادی؟ چه خبرتونه؟ چیه به من شک داری؟ خب زنگ بزنیم به پلیس. اینجوری هم میفهمی که کی داره بهتون دروغ میگه. راست میگی، باید بریم پیش پلیس. کتایینی در کار نیست. اون که رفتی سراغش گیسوه، نه کتایین. قرار بود گیسوه تو نزدیک بشه تا برامون اطلاعات جمع کنه، اما چهرش دیگه لو رفته بود و هناش پیش تو رنگی نداشت، پس قبول نکردم تا اینکه گفت بارداره. حماقت پسر بهترین فرصت بود برای تبدیل گیسوه به کتایین. برای همین یه بغل کار حرفه‌ای اجیر کردم و به جای گیسو فرستادمش ته دره. شاید از این حرف خوشت نیاد، اما مادر بچه دیه نابغه است، یونس شکیبا. زودتر اینه منتظرت بودم. چرا زمان هدی خواهش ازتون دارم، از من و خانوادم حمایت کنی. دیر رسیدی، هوشنگ جاوری به قتل رسیدی. به قتل رسیدی؟ میری خونه خطرناک نیست؟ خونه که نمیرم، میرم پیش یکی از دوستام، امنه، نگران نباش. باش، مواظب خود باش. خیلی ممنون بابت امشب، دیدم پیش دوستات سعی کردی خیلی محترمانه با من رفتار کنی. نه خواهش میکنم، خواستم که خیلی منطقی به قضیه نگاه کنم. ولی من امیدوار بودم که پشت این رفتار محترمانه چیزی بیشتر از منطق باشه. مثلا چی؟ هیچ. ولش کن. خداحافظ. خداحافظ. چرا امروز می‌خواستی من تنها ببینی؟ میخواستم همینه رو بهت بگم دیگه. فقط همینه؟ همین. خداحافظ. خداحافظ. آقا برو. آی شکیبا، تشریف بیاری. نتیجه اثر انگشت قاتل تو محل ارتکاب قتل و بررسی دوربین مداربسته ویلاهای همسایه فقط یه نفر به عنوان متهم اصلی پرونده نشان میده. خب اون کیه؟ پدرت، یونس شکیبا. بهتره همین الان باش تماس بگیری و بگی بیاد خودش معرفی کنه. شواهدی هست که نشان میده شاید این قتل ناخواسته و غیر عمد اتفاق افتاده. البته این نیمه پر لیوانه. من نمیدونم اون کجاست، حتی شماره‌ای هم ازش ندارم. باید پیداش کنیم. جان پدر شما در خطره. ممکنه اون کسایی که پولا رو در اختیار دارن بخوان همه شاهدین از بین ببرن. من با هر شماره‌ای که ازش داشتم تماس گرفتم، همه‌شون خاموشن. میگی من چیکار کنم؟ کتایون چی؟ از تو خبر داری؟ میدونی الان کجاست؟ چرا از من میپرسی؟ اونو که خونه‌شو بلدی؟ خانه نیست،
ناپدید شده. یعنی فکر میکنی اونم توی این قضیه نقش داره؟ هنوز چیز مشخص نیست، ولی فکر میکنم با هوشنگ جابری هم دسته. خونه که همیشه با هم اختلاف داشتن. بهتره بگیم یه اختلاف نمایشی. ایزم مشکوکه، مرموزه، حتی فکر میکنم اسم و هویتش هم جعلی باشه. مطمئن باشین در این رابطه من چیزی نمیدونم. فکر میکردم قرار دست پنهانکاری وردار یه با هم همکاری کنیم. درست فکر کردین، ولی من نیومدم اینجا کسی رو لو بدم. اومدم به کاری که کردم اعتراف کنم. همه اون پولا رو من از بانک کشیدم بیرون. میخواستم همشم یه جا بدم به بانک و پدرم از این مصیبت نجات بدم، ولی اشتباه کردم. الانم حاضرم تاوانشو پس بدم، حاضرم مجازات بشم. خوبه، درباره شاهکار تو رفاقات قاضی نظر میده، ولی الان تنها کاری که باید بکنی اینه که به ما کمک کنی. دلم میخواد با هم یه همکاری اطلاعاتی خوب و مفید داشته باشی. نظرت چیه؟ الو آقا جون. سلام، منم رضا. گوشی رضا، من نمیخواستم بکشمش، اصلا نفهمیدم چی شد. کجایی الان؟ بگو میخوام کمکت کنم. نمیخواستم بمیره، با هم درگیر شدی، اصلا نفهمیدم چی شد. باشه باشه، من حرفتو باور میکنم، فقط الان بگو کجایی. پلیس داره در به در دنبالت میگرده. باید بریم پیش پلیس، باید بریم بهشون ثابت کنیم که غیر عمد بوده. به من اعتماد کنین. من باختم رضا، هیچ کاری ازم ساخته نیست. آروم باش آقا جون، پولا مهم نیست، مهم زندگی شماست. باور کنین هنوزم راه نجات هست، با هم میریم پیش پلیس، قول دادن کمکمون کنن. نه دیگه، نمیشه، الان نمیشه. هنوز یه شانسی هست، باید پولا رو پیدا کنم. گور پدر پول. حاج آقا بیشتر از این ادامه ندین، دیگه هیچ کاری نکنین. تا اوضاع از این بدتر نشده خودتون از این آشوب بکشین بیرون. نمیتونم رضا، یه چیزی هست که تو هم باید بدونی. چی رو باید بدونم؟ یادت بهت گفتم عکسای گیسو رو تو خونه کتایون پیدا کردم؟ آره، ولی هنوزم ربطشو نفهمیدم. نباید بهش اعتماد کنی. کتایون اون کسی نیست که وانمود میکنه. منظورتون چیه؟ مگه اون کیه؟ گیسوه، کتایون نیست، همونی که پرونده من رسو دستید. چی داری میگی آج آقا؟ یعنی چی که کتایون همون گیسوه؟ اون گیسوه، کتایونی وجود نداره. نمیخوری؟ نه بخورم. بله شما به عفو جنوری شما چطوره؟ خوب هستین؟ همینجا؟ خب تشریف بریم بالا. چش چش، هر رو میم خدمت. ای بابا، اومدیم یه چیزی کوف کنیم. ها چی بود؟ افرو خانوم اومده پایین، میگه به پایین کارت دارم، شاید برم باشی دوری بزنم بیام. کجا میری؟
نگران نیستی؟ من دیشب تا صبح خوابم نبرد، جزا داره میاد ببینه نیستی زشته ها. من خوابیدم رو بچه رو پس. نه نگران نباش تو هم دیگه، یا خودش میاد یا خبرشو به ما میدن دیگه. این آدرس اینجا رو از کجا گیر آوردن؟ از تو گوگل. من چه میدونم مردش داری، حتما لوسی گفته دیگه دن لقه هستن. آه پیمان ول کنی مادر دختره دیگه. من ول کنم؟ اینا منو ول نمی کنن. نمیدونم چسبک میزنن دیگه وا نمیدن. شاید هم وابسته شدن. چی شد؟ اینو ببرم تو را بخورم. شما هم خوب بد قولی ها، قرار بود این موتور حاجی رو به ما نشون بدی یادت رفت. شما کارت انجام بده، موتور مهندس هم مال شما. جدی؟ برای چی؟ مال تو دیگه. آخه نه یادم میگفتی این موتور خیلی ارزشمنده برای من، همه رو فروختی اینو نگه داشتی، چطور شده حالا؟ حالا هیچی دیگه در قبال قضیه بچه هم ارزش نه. بعد این همه سال اومده بخواد بدون خدافزی با من بری، یعنی حتی اینقدر من براش مهم نبودم که بگه ماما من رفتم خودم. 30 سال منتظر بودم بفهم. آخه چقدر ناراحت شدی؟ گریه نکن گریه نکن، واقعا من به هم میریزم. چقدر دیوونه ای هست تو، بدتری واقعیت هم میتونی آدم هم بخند. خدا کنه امروز میریم پیش این پگاه بتونم رازش کنم یه خورده دیگه بمونه. میدونی الان اینجوری که میخواد بره اصلا انگاه قلب هم میخواد از جا بکنی. یکم دیرتر بره میدونی آداپته میشم با رفتنش. بابا ول کن، میری اونجا قلبت ریشیش میشم. ولش کن، من میگم الان زنگ میزنم بهشون میگم من با مرسدس رفتم تو دیوار، تصادف کردیم. حالا حواست رو جمع کن، خونه پگاه رو گم نکنیم، خیلی استراب دارم، زودتر برسیم. سیگار تو ماشین؟ خب تو بنز نشستم اجازه بده سیگار لبم باشه دیگه. بکش هر کار دوست داری کن، یه دستمال به من بده. دستمال و جعبش رو میخواه. ای بابا حفی جان. خیلی خوش اومدین. مزاحم شما شدیم. خیلی عذرخواهی میکنم. لوسی کجاست؟ تو اتاق خواب بود، بعد بیدار شد گفت بهتون بگم که الان میاد. میدونین پروازش کیه؟ ساعت دقیقش رو نه من نمیدونم، ولی مطمئنم که پروازش امشبه. بچه کو صداش نمیاد. حالش خوب نیست، بیمارستان بستریه. بیمارستان برای چی؟ چی کارش کردی؟ یه مشکل ژنتیکی داره، من کارش نکردم. پیمان جون به من ربطی نداره مشکلش، ببخشید. متاسفم عزیز دلم. سلام. سلام دختر قشنگه. خوبی ماما؟ خوبم. چرا زحمت کشیدین؟ میتونستیم با هم تلفنی خدافزی کنیم. آدم با مامانش تلفنی خدافزی نمیکنه. فکرم شاید اینطوری برای جفتمون خوب بهتره. من خیلی با خدافزی رابطه خوبی ندارم. به هر حال من باید میمدم اینجا، چون یه چیزی هست که مال توه و باید بهت میدادم. این چیه؟ طبق این وکالتنامه که خیلی به دقت هم تنظیم شده، بخش مهمی از دارایی من، همه اون چی که تا حالا به دست آوردم،
من بعد مال توه به اسم تو شد. ببخشید من البته اصلا قصد دخالت ندارم، فقط نمیخواین که منتظر باشین جواب آزمایش بیاد بعد هر اقدامی دارین انجام بدین. نه دیگه سر به چی بکنه، مادرش دیگه سر نداره. شما سب کن. نه من اصلا لحظه شک ندارم که لوسیا دخترم. خیلی ممنون ولی من نمیتونم اینو قبول کنم. چرا هنوزم شک داری که من مامانتا؟ نه شکی که نه ولی من احتیاج به پول شما ندارم. لوس بازی. فکر کرده بودم شاید این خوشحالت کنه، شاید این که احساس کنی که توی ایران یه دارایی و پشتوانه‌ای داری ریشه هاتو اینجا محکم‌تر کنه. دوست داشتم بیشتر پیشم بمونی، ظاهرم بازم اشتباه کردم. اشتباه پشت اشتباه. من دلیلی که اومدم ایران این بود که شما رو پیدا کنم. الانم که پیدا کردم خب دیگه دلیلی ندارم بمونم. چه دلیلی بزرگتر از این که مامانت پشت اومده اینجا و داره ازت خواهش میکنه که بمونی؟ من خیلی خوشحالم که شما رو پیدا کردم ولی باید برگردم. این کارم شما احتیاجی نیست برای من انجام بدی. باشه. پس این وکالتنامه امانت میمونه پیش من. به امید اینکه یه روزی بیای ایران و از من بگیریش. با اجازه. تشریف داشته باشین. تو رو خدا اینجوری بده که. مرسی. ماما. بهت قول میدم زود برمیگردم تا برم و میبینیم. مراقب خودت باش. خیلی ناراحتش کردیم. گذاشت رفت. گذاشت رفت که تو واسه نشستی. خب تو هم پاشو برو دیگه. دو دقیقه نیست اومدم، یه سیگار بکشم میرم. پاشو پیمان بلند شو برو بابا، نشستی اینجا واسه من سیگار میکشه. پاشو. زده به سر رضا، هیچ میفهمی چی داری میگی؟ تو چی میگی؟ تو منم باورم نمیشه، ولی پدرم خیلی جدی راجبش حرف میزد. توهمه، خیال بافیه. ببخشید رضا جون، پدر تو اصلا حالش خوب نیست. بعد این اتفاقایی که افتاده معلومه ذهنش به هم میریزه. برای منم عجیبه، ولی خیلی مطمئن حرف میزد. بعید میدونم دروغ بگه. غیر ممکنه. چی میگی؟ دیوونه شدی؟ کتاینم و گیسوه؟ میگم بهتر از خودمون بریم سراغش، خونه شونه که بلدی. نمیره خونه دیگه. گفتم من میترسم شب خونه نمیرم. سویل هر جوری شده باید پیداش کنیم. پدرم اگه یه درصدم راست بگه اون حتما میدونه پولا کجاست. بس کن رضا جون، تو رو قرآن. چه جوری کتایون همون گیسوه؟ این همه وقت ما با کتایون بودیم. این همه دفتر شرکت با شفتی اومدیم. نفهمیدین؟ گیسو با ما نبوده، شمال نبوده، منشی شرکت ما نبوده. نمیفهمیدین؟ بابا ول کن تو رو قرآن. اصلا میگیم جراحی کرده، گیریم کرده صورتشو. صداشو چیکار کرده؟ خب صداش هم عمل کرده دیگه. الان همه کاری که میکنن، یارو قدشو بلند میکنه، رنگ چشمشو عوض میکنه، دماغشو عمل میکنه. آره خوب. کجا میری؟ زیر سنگم رفته باشه پیداش میکنم. همه خول شدن. باست با هم بریم. برشته جانم. خانم دو تا از اون قرص زرده ای منو بیار، مال سردردمه. میخواد زنگ بزنم دکترتون بیاد خانم؟ نه عصبی شدم، چیز خاصی نیست. فرشته جان یه آب پرتقال هم برام بیار، من گلوم خیلی خوش شده. بله آقا حتما. بابا نکن با خودت اینجوری. اولش با سردرد شروع میشه، بعد میزنه به معده، بعد میشه سرطان حاد. نه دارم راجع به آینده حرف میزنم. طوری نشده که هر وقت دلت تنگ شد یه بلیط میگیری میری پیشش. موضوع اینه که تو منو نمیشناسی. من آدمی نیستم که خودمو به کسی تحمیل کنم. اونم اگه قدر مادرشو بدونه و موقعیتی که تو ایران داره، انشالله سر عقل بیاد برمیگرده. درسته. عشق میشه. تو هم آب پرتقال تو آورد خوردی، برو، میخوام برم بالا دراز بکشم. نه من نمیرم. با دل نگرانه تو هم کجا برم؟
راستی این موتوری که بهت قول داده بودم برای شوهر مرحومم بود و گفتم بچه ها یه دستی به سر روش بکشن تمیز شه برداری ببری. جدی میخوای بدیش به من؟ آره دیگه حقته، من گفته بودم که کسی که دخترم پیدا کنه مژدگونی بهش میدم، اینم قراره بدم به تو. درود به شرفت، واقعا زن اصیلی هستی، باری کلا که سر حرفت موندی. حسن حسن بعد خانم کلیدو بردار بیار. کدوم کلید؟ حسن باز کلیدا رو قاطی کردی دیروز که بهت گفتم سویچ موتور مهندس. بودو چش خانم گیجه. آره یکم گیجه دیروز بهش گفته بودم، ولی فکر نکن اونقدریم سخاوتمندم و سردرد دارم و حواسم نیست که باید اون چکو به هم بدی، چون به هر حال نتونستی لوسیا رو نگه داری. نتونستم چک. شما واقعا فکر کردی که من این پولو نقد میکردم میخواستم واسه خودم خرج کنم؟ نه عزیز من، یه جایی یه کارهای خیلی بود، من میخواستم برای اون بچه ها هزینه کنمش، حالا دیگه نیستیه. البته در جریانم که بیزنست خرابه و اوضاع کارت به هم ریخته، اتفاقا به نظرم تو آدمی هستی که نباید از دستت داد. خواهد دست نده. آره بد نیست که بیای پیشکار من باشی و یکم تو بیزنس من کارا رو هندل کنی. پیشکار یعنی خدنگ؟ نه منظورم اینه که بهت اطمینان پیدا کردم، کارهای مالیمو بهت بسپارم و هر کاری ازت میخوام انجام بده دیگه. شرخری یعنی؟ نه نه ببین، یه جور دستیار تمام وقته، بهت بر نخوره. کسی که قبل از تو این کار انجام داد یه آقای وکیلی بود که تحصیلات دانشگاهی داشت، منتها راستش یکمی پسرخاله شد و زد به یه جاده خاکی که من حوصله‌شو نداشتم. اذیتت کرد؟ رو پیشنهاد من فکر کن، پیشنهاد بعدی نیست برای کار. بیمه هم میکنی؟ بیمه، اضافه کار، مزایا، هرچی که دلت بخواد. من پنجشنبه جمعه کار نمی کنم. آره طبیعتاً جوونی پنجشنبه جمعه باید بری دنبال شیطونی خودت. شنبه هم تا زور خوابم بعدش می. بله بله. در مورد من چی فکر کردی؟ فکر کردی چون بیکارم و پول در نمیارم تن به هر کاری میدم؟ من گشنگی بمیرم پادوی کسی رو نمی کنم. اگه تا الان هم اینجوری بوده دلی بوده. من امکان نداره این کار رو قبول کنم مگه اینکه خانم کلید. نه صادقانه ماجرای احساسی بین ما نیست، من یه کار معقول بهت پیشنهاد دادم با حقوق و مزایای خوب که نه پادوه نه خدمتکاره. من بلدم شأن آدم رو حفظ کنم، اگر دوست داشتی کار میکنی، اگه نه خدا به. پس خداحافظ. سویچت. من کلیدم میذارم همینجا که روح حاجی خدا بیامرز در عذاب نباشه. چیه حسن تو چرا وایسایی داری خندیدن من نگاه میکنی؟ برو ببین اون فرشته قرصو چی کار کرد؟ چش خانم. بله. سلام خوبید؟ چرا دوباره اومدی اینجا؟ توهین دیگه یه مونده که نکردی؟ من واقعا بابت رفتاری که با شما کردم شرمنده‌ام. اصلا قصد اهانت نداشتم. احتیاجی به عذرخواهی نیست. مشکل از منه که زود به آدم های دور و برم اعتماد میکنم. نازی خانم سلام، من سهیلم. معذرت میخوام مزاحمتون شدیم. من نمیدونم چه اتفاقی بین شما و آقا رضا افتاده، ولی ما برای یه مسئله دیگه رسیدیم خدمتتون. خواهش میکنم در باز کنین، اجازه بدیم ما بیایم بالا. اتفاقی افتاده؟ خبر استه که دیشب شریک کتایون به قتل رسیده. خواهش میکنم در باز کنین.
پس اگه کتایون قاتل نیست کی هوشنگو کشته؟ اون چیزی که پلیس داره دربارش تحقیق میکنه. ما برای یه مسئله دیگه مزاحمتون شدیم، اومدیم یه مقدار ازتون کمک بگیریم. میخوایم بدونیم که خانم کتایون دقیقاً کیه، بیشتر ازش بدونیم. من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ چی میخواین راجع به کتایون بدونین؟ یعنی شخصیت دیگه‌ای، چهره دیگه‌ای، چیزی از گذشتش میدونی؟ چیزی که برات عجیب اومده باشه؟ من کلاً چند ماهه که میشناسمش، چیز زیادی ازش نمیدونم. اون اصلا دوست نداشت کسی راجع به گذشتش بپرسه یا راجع به گذشتش توضیحی بده. درست. من یادم روز اول که من شما رو دیدم گفتی خیلی علاقه داره به عملای زیبایی، اون روزم وقت دکتر داشت. دقیق نمیدونی چه جراحی زیبایی کرده؟ آره، اصلا بار اولی که من دیدمش کل صورتش رو باند پیچی کرده بود. به من گفت تصادف کرده، بعدم باید بره چند تا عمل زیبایی انجام بده. همین. خب همین. قبل از اون باند پیچی هم صورتش رو دیده بودین؟ نه، من همون موقع دیدمش. اولین با اصلا چرا دارین سوالا از من پرسین؟ گیجم کردین واقعا. بسه این عکس واقعی کتایون، البته قبل از جراحی زیبایی. اسمش گیسو بود. چیزی در این باره میدونی؟ این هیچ ربطی به کتایون نداره. ببینید نازی خانم، شما رابطتون یه رابطه چند سال است با کتایون. یکم عجیب نیست که اطلاعاتتون کافی نیست ازش؟ ببینید، من قبلا هم عرض کردم خدمت، من همش چند ماهی که کتایون رو میشناسم. من اونجا یه کارمند ساده بودم، اونم چون کتایون علاقه نداشت با آقایون کار کنه ترجیح میداد همکارش خانوم باشه. بعدم اون خودش پیشنهاد داد شما بیاین براش کار کنین، تیزر تبلیغاتی رستورانش رو بسازین. اصلا من فهمیدم که شما از قبل همدیگر میشناسین. همش همینه؟ رضا، من هر چیزی که میدونستم گفتم، حتی اگه پلیس هم بیاد اینجا من چیزی بیشتر از این ندارم که بگم. شماره آدرسی که بشه پیداش کرد چی داری؟ آدرس خونه شو دارم که اونو ظاهرن خودتون بهتر بلدی. خیلی ممنون. بی خیلی ممنون از کمکت. یه چیزی هست که نمیدونم میتونه کمکتون کنه یا نه، ولی کتایون معمولا آخر هفته ها یه سری غذا میبرد پخش میکرد تو محله های پایین شهر. آره یه بار دیدم. خب این چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ خب اون معمولا تنها میرفت، ولی بعضی اوقات یکی از این کارگرهای رستوران به اسم یوسف باهاش میرفت. میگفتن کتایون خودش میرفته توی یکی از این خونه های قدیمی یوسف غذا رو پخش میکرده. حالا چقدر صحت داره نمیدونم، اونجا اصلا کجا هست، اونجا چی کار میکرده، ولی حالا گفتم شاید بتونه کمکتون کنه، ردی چیزی ازش بگیرید. خواهش شما رو بگیریم. میشه با این یوسف تماس گرفت؟ آره، چرا که نه. نیمرو بندازم واسه تون، چایی بیارم واسه تون، چیزی میل داری؟ نه خیلی، من ما چیزی نمیخوریم. فقط شما یه زحمتی بکشین سوال ما رو جواب بده. این عکسی که بهتون نشون دادم، این دختره، شما اینو میشناسین یا نه؟ چطور مگه؟ این ما خبر داریم که این خانم هر هفته میامده اینجا غذا پخش میکرده، یه سرم به شما میزن. درسته؟ بله. خیلی خوب. اسم دختر شما چی آجا؟ پسرم اینجا رسمی نیست اسم ناموس کسی رو ازش بپرسن. بله بله بله، جسارت نکنیم. من این دختر شماست، اسمش هم گیسوه. عکس دختر من تو گوشی تو چیکار میکنه جوون؟ آقا سوء تفاهم نشه، این دختر شما
زن بابای منه، ما یه جورایی با هم فامیلی. دیگه زیادی داری صحبت میکنی یا مثل زیاد تعبیرتون گرفتن. بریم بیرون از این خونه. ما تا یه جواب سرراس از اینجا نگیریم نمیریم بیرون. چه جوابی چه کشکی؟ عزیز من، اون خانومی که میومده اینجا غذا پخش میکرده کتایون نیست، دختر شما گیسوه. یعنی میخوای بگی خبر نداری که جراحی کرده، قیافش رو عوض کرده؟ شما مثل که دیوونه شدینا. عکسا رو خودت نگاه کن ببین، اون شبیه اونه. چرت و پرت تحویل من نده. دخترت کجاست؟ دختر دزد خلافکار کلاهبرداره. لا اله الا الله. حرف میزنی یا نه؟ حرف میزنی من زنگ میزنم به پلیس. بزن به پلیس، به هر کی میخوای. من از پلیس میترسونی؟ ببین به من میگن اثبات نکش. یه زمانی این محله تمام تو قرق من بود. نگاه نکن الان پیر شدم، هنوز هم از سکه نیفتادم. بله آقا، کیه داره داد و بیداد میکنه؟ جونم نداره توی من این داستانم. اصلاح آقا نگاه کن چیزی نیشه. کیه داد و بیداد میکنه؟ خبره خودتون آرد نکنه. نه کیه؟ محلش من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. من این رفیقم مال باخته است، یکم اعصابش به هم ریخته. قصدمون توهین نبوده. ولی دعوا که نیومدیم اینجا. بعدا من دعوا میخوری. آقا من واقعا معذرت میخوام، یه دفعه از کوره در رفتم، ببخش. خواهی بکنم از تو کوره ببینی کوره چیاره. آقا من گفتم ببخش. خب قرونت دارم. خودتون ناراحت نکن، بریم بچه ها محلش میکنم. برو دمتون گرم، برو. بابا سالی اینجا باشه. دمتون گرم، قرونتون برم. پیر چی بابا؟ همینه میخواستی؟ آقای محترم، ما اصلا با دختر شما مشکل و مسئله نداریم. کلاهبردار اصلی همین خانومه است، همین کتایون، همینی که براتون غذا میاره. یه پول قلمبه از ما برداشته و رفته. ما هم اومدیم یه رد و نشونی ازش پیدا کنیم. همین. بعد مرگ گیسو گاهی میومد اینجا غذا واسه من میآورد. گیسو مرده؟ واسه من مرده. از روزی که از این خونه فرار کرد مرد واسه من. چیکار کنیم؟ آقا تو رو خدا، تو رو هر کسی که دوست داری ردی نشونی خبری از این کتایون ندارین. چند تا خانواده داره از هم میپاشه. من ازش آدرس نداشتم، آدرس میخوام چیکار کنم؟ خودش میومد، خودش میرفت. الانم الهی قربونتون برم. برین از اینجا، من شرمندتون نشم، شر میشه واسهتون. اصلا معلم ما بریم. آره بابا رفتم، قربونتو برم. دمتونم گرم، خیلی باحالین. برین دیگه. ببخشید آقا. خیلی ممنون. اصلا ما وارده بود 20 بنداز. جون حالا شما چطور؟ خوب هستین؟ روز بخیر. دوراتون رو زدین، پشیمو شدین، دوباره زنگ زدین، چی شد؟ لوس نکن خودتو، گوش کن ببین چی میگم. جدی دارم باهات صحبت میکنم. این پیشنهادو بهت دادم چون واقعا به کمکت احتیاج دارم. خواهش میکنم روش فکر کن. ببین پس اسمش کمکه. خیلی باید دقت کنی تو انتخاب واژهاتون. من شما رو درک میکنم و میفهمم. بدبینین به همه، حق دارین. هر کی اومده سمتتون به خاطر مال و اموالتون بوده. منتها من قضیه‌ام با همه فرق میکنه. هم که منو درک میکنی بر من خیلی مهمه. خب الان بهت یه لوکیشن میدم، سری خودتو برسونی محضر خونه ای که میگم. الان که نمیشه، من تازه از چرت پا شدم. تا بخوام آماده شم کارمو بکنم دیگه محضر خونه هم بسته از درزه. ما باید بشینیم راجع مجرای مالی توافق بکنیم با هم. شما بیا، من هم راضیت میکنم، هم دفتر خونه بازه چون آشنای من. فقط یه مطلب دیگه، باید قول بدی بینمون هرچی از مجرای کاری باشه مگه اینکه چیزی هست که تا الان نگفته باشید. خیلی پر روی، منتظرم. خدا نگهدار. پیتزا گرفتیم؟ میگفتین یه چیزی من خودم درست بیدم. شما زحمت نکش، پاش بیا نهارتو بخور. اصلا چجوری ممکنه؟ یعنی بابای تو رفته اسفره گذاشته رو کله اون یارو؟ اون یارو هم از ترس گفته بله. خانم گیسو رفته جراحی کرده شده کتایون؟ شما عقل دارین؟ اصلا چطوری همچی اتفاقی ممکنه بیفته؟ منم یکی بیاد اسلحه بذاره رو سرم، بکرده و نکردم اعتراف میکنم. یعنی همینقدر شما متوجه نمیشید؟ البته من و رضا هنوز مطمئن نیستیم چیزی که شنیدیم درست باشه.
مخصوصا با شرایط حال حاضر خانم کتری. این همه چرت و پرته. این حاملگی ربطی به پدر من نداره. آقا ولش کنید. نه الان بحث ما نیست. ما باید ببینیم کتای اون کجاست. بگردیم پیداش کنیم. یا ببینیم داداش اون بچه کیه. اونا چیزاییه که باید. الو. سلام مادر، چه خبر؟ چی شده؟ دخترم اینو خودت کشیدی یاره؟ آره، هیچ کس هم کمکم نکرد. بابا ببین چونه؟ نه ماما ریحان هست، داره تو آسمونا پرواز میکنه. خیلی قشنگ کشیدی. فکر کنم باید بذارمت کلاس نقاشی. وای راست میگی بابا، عاشقتم. برای قربونت برم. آقا رضا، چایتون بیارم اونجا یا میایم پیش ما؟ نه ممنون، میام اونجا. عزیزم، کامل که شد صدام کن بیام ببینم. باش. خیلی خوشگله. بفرمایی. دست شما درد نکنه زنداداش. هنوز که میتونی زنداداش صداتون کنیم. ما که هنوز جدا نشدیم. شالی که پشیمون شدی. فعلا که اصلا پیداش نیست. بذار یه خبری ازش بشه حالا تا بعد. کار خوبی کردن برگشتین. درسته که دل خوشی ازش ندارم، ولی هرچی باشه پدر بچه‌هامه. دوست ندارم براش اتفاق بعدی بیفته. رضا جان. جانم. یه زنگی به حاجی بزن. ببین از محسن چه خبری داری. طفلک بچه‌م از وقتی رفت ترکیه ازش هیچ خبری نیست. خب حق داره دیگه مونا. نگران نباش مادر جان، اینشالله طوری نمیشه. برای موسی مسیر بعدی رو انتخاب کرد. شماره باباتو بده، خودم به زنگ میزن. من که شماره از آجی ندارم، هر وقت کار داره خودش زنگ میزنه مادر. تلفن هممون کنترله ها، چه بسا الان صدامو دارم میشنون. وای ببین چجوری ما رو گرفتار کردین حاج یونس. چایتون سرد نشه. چشم. خدافز. ببخشید چی و خدافیز مذرب مامون چیه همینجوری خوش بخالی؟ وکالت دادم دیگه. وکالت کاری چیه؟ وکالت شد واسه ما نونه آب. یعنی من اینو چی کارش بکنم؟ پول پول چی کار کنم؟ من موتور شوهر خدا بیامرزم بهت دادم، ادا در آوردی، کلی قیمت داشت. ببخشید من موتور رو گاز بزنم چی کار کنم؟ چجوری شکمم رو سیر کنم؟ موتور که واسه من نونه آب نمیشه. عفو جون، از همین الان داریم بامبول در میاریم، درسته؟ خیلی خوب، برو اجارهای مغازهای سهروردی رو بگیر. شب بیا یه کافی چیزی با هم میخوریم، حساب کتاب میکنیم. خوبه؟ فقط کافی میخوریم؟ شام میخوریم. خب کی کافی رو با شام میخوره؟ با شام و استیک بدین، یه چیزی بدین که آدم خوش بگذره. میبینمت. خدافظ. خدافظ. برادر شما کی تصمیم گرفت قاچاقی هم مرز خارج بشه؟ من اطلاع دقیقی ندارم، با من که هماهنگ نکرده بود که. فکر نمیکنی برای پیگیری مسئله خیلی دیر شده باشه؟ ممکن هزار جور اتفاق افتاده باشه، حتی ممکنه لب مرز کشته شده باشه. خدا نکنه. شما درست میگین، ولی محسن هیچ وقت به حرف من گوش نمیکرد. همیشه اون کاری که دوستاش انجام میداد. دنبال من بیا. لب مرز دستگیر شد قبل اینکه بتونه پاشه بذاره. و وقت اتفاقا این دفعه تو بازجوی حسابی همکاری کرده، کلی اطلاعات مفید در اختیار ما گذاشت. فقط حیف که هوشنگ جابری کشته شد و نمیشه بخش زیادی از اعترافات ثابت کرد، ولی با این حال هنوز یه راه برای نجات از وضعیت هست. اون چیه؟ پدرت آقا رضا، پدرت. او باید بیاد با ما همکاری کنه، و وقت تکلیف خیلی از نقاط کوره پرونده روشن میشه. من شما دوتا رو با هم تنها میذارم حسابی درد دل کنین. فقط امیدوارم ما حاصله خلوت برادرانه یه نتیجه مثبت هم داشته باشه.
من واقعا از کاری که برای خانواده‌ام می‌کنین ممنونم. تشکر لازم نیست. من انتظار صداقت دارم. توقع دارم همونجوری که من دارم برای شما می‌جنگم، شما هم هر چیزی که می‌دونین بهم بگین. برای همین گفتم بیاین. فقط نمی‌دونم این اطلاعات چقدر درسته. درست و غلطش مهم نیست. هر چیزی ممکنه به ما برای رسیدن به حقیقت کمک کنه. پس اگه چیزی عقلم افتاده بگی. چطوری بگم؟ پدرم فکر میکنه کتو این همون گیسوه. میدونم خیلی عجیب و غیر منطقیه. من سر کار گذاشتی؟ نه، من میدونستم شما باور نمیکنی. شاید اصلا نباید میگفتم. یعنی چی؟ ظاهرم برای انجام این عمل رفته کره جنوبی. گیسو اونجا میمونه، کتو اون برمیگرده. یه آدم جدید با هویت جدید. مطمئنی پدرت نمیخواد ما بفرسته دنبال نخودسیا؟ پدر من آدم باهوشه. اگه میخواست این کارو بکنه حتما یه داستان بهتری سر هم میکرد. بشین تو ماشین. من و تو با هم یه قول و قراری گذاشتیم. بهت گفتم هر چقدر که بهم اطلاعات بدی منم همون قدر بهت اطلاعات میدم. هرچند این داستانی که تو گفتی باور کردنش خیلی سخته، ولی منم یه رازی دارم که مطمئنم از شنیدنش حسابی شوکه میشه. چه رازی؟